I am live now. درود و نمسته. نمسته، نمسته، نمسته. این روزها نمسته، نمسته و درود. دوستان عزیز، امروز میخوام براتون یک سد سانگ بذارم و دیگه گفتم که همتون روی خط شانس هستید، چون دوباره من میخوام یک لایو آنچنانی براتون بذارم که به قول شماها بتره کنیم. حالا چی رو قراره بتره کنیم نمیدونم، ولی یه ساد سانگ براتون میذارم که همتون رو بیارم توی حضوره، چون همیشه بهتون گفتم که بدون حضور ریشه و پایه چیزها درست نمیشه. بنابراین کفشاتون رو همه درارین. الان میخوام که همتون حضور در ریتریت یا خلوت معنوی من رو احساس کنید. دوست دارین همتون در خلوت معنوی من یه گلینس، یه ذره از اون مزهش رو بگیرید؟ همه بنویسید آره یا نه. درود، درود. بنویسید ببینم همتون میخوان یک مزه ای از خلوت معنوی من رو بگیرید، بله یا خیر. در عین حال که همه دوستان دارن به ما میپیوندند، لطفاً به دوستان دیگه، آشنایان، فامیل و دوروبری ها اعلام کنید که فوری زود سریع بیان اینجا، چون بچه ها میخوام انرژی درمانی هم بکنم. خب، خواهشان زود تون سریع اطلاع رسانی کنید به دوستان، آشنایان، فامیل ها، همسایه ها، هم قبیله ها، هم کشوری ها که تشریفشون رو بیارن. این یکی از الان اوکیه؟ یک دو سه، یک دو سه. حالا همه بنویسید، به جای اینکه بگین صدا نداریم، همه بنویسین صدا داریم، صدا داریم. سحر داره از گیسوان من کمک میگیره برای مایک زدن. بچه ها، لایو پری روز و اونایی که نگاه کردین، بعد دو روز پیش بود، چه میدونم سه روز پیش بود، دوباره رفت. صدا داریم؟ بازم هست. رفت. الان هست.
الان صدا نداریم، الان بچه ها صدا نمیدن. داریم. رفت اومد، صدا برگشت، خوب شد. آره بچه ها، پری روزا که لایو رفتم، حتما همتون دیدین اون لایو رو. اگه ندیدین راجب ثروت، حتما حتما همتون ببینید. ولی پری روز آره میگه، یکی از بچه ها میگه قربان گیسوانه. پری روز توی اون تیکه که داشتم راجب شاعران و وصف توضیح شاعران در مورد خانوم های ایرانی میگفتم، یکی از تیکه‌هاش سنگین بودن بود که گفتم رو چه بود و حسابی. من هر جور نگاه میکنم سنگینی یک پوینت خوبی نیست. اگر سنگینی یعنی چاقی، هیکلت خیلی گنده، سنگینی که جالب نیست. اگر سنگینی انرژیت سنگینه که اونم خوب نیست، جالب نیست. امروز دوباره دیدی. بعد یه تیکه دیگه که اومد توی تصویرم، چشمان سیاه تو. خیلی از شاعرها در مورد چشمان سیاه. بعد داشتم به این قضیه فکر میکردم که کجای چشم سیاه زیبایی داره. چشم سیاه یعنی تو نمیتونی، ما همیشه میگیم یک اصطلاح به فارسی و انگلیسی که میگیم چشمان ما راه دروازه به روح ماست. اگر چشمان شما سیاه باشه، آیا در اون سیاهی کسی میتونه نفوذ پیدا بکنه به روح شما؟ ابروهای کمان، ابروهای کمان که من یاد زنان قاجاریه میندازه که فکر کنم اون موقع وکس و بند و ابرو اینه تو کار نبوده. ولی چشمان سیاه، من موندم که کجای چشم سیاه؟ سیاه که اولا یعنی تاریکی. بعد اگر که تو چشم سوال ما، چشمامون قهوه‌ای میتونه باشه، ولی سیاه زیبایی نداره. اگه من بخوام تو چشم سیاه یکی نگاه کنم که اصلا هیچی نمیتونم ببینم، در راهی به دروازه روح نیست. آره بابا، این شاعرانی که به این شاعران بگین، شاعرانی که مردن، حالا باید چی کارشون کنیم؟ آره خلاصه. خب حالا دیگه بچه ها شوخی بسته، معلوم میخوام خیلی جدی بشم و ستسانگمون رو شروع میکنیم. خب بچه های عزیز، لطفاً هر کسی که ورود پیدا میکنه و شماهایی که در حال حاضر سیو میشه، عزیزم دلت شور نزن، کسانی که در حال حاضر اینجا هستید و کسانی که بعدها به ما میپیوندید، کسانی که بعدها و بعدها این لایف رو نگاه میکنید، بعد از این برنامه میره روی یوتیوب، کسانی که از روی یوتیوب یا هر پلتفرم دیگه این نگاه میکنید، کسانی که بعد از مرگ بنده این لایف رو نگاه میکنید و به دستتون میرسه، مرگ بنده هم که جشن بگیرید زمانی که میرم، چون فقط شما سودی یا سودابر یا سودگرو رو با یه فیزیکش میشناسید که نه من، نه تو، نه هیچ کس دیگه هیچ ربطی به این نداره. میشه تون تون حرف بزنی؟ چطور ابراهیم جان، عجله داری؟ برو بیرون عزیزم. اگر حال و حوصله نداری که من تون تون حرف بزنم، اینجا جادنی، چون امروز فقط راجع به سکوته. برو جایی که شلوغ خلوغه، من تو تندتر صحبت نمی کنم. خب هر زمانی که این لایو رو نگاه می کنید، می خوام از فضایی بیاید که اینجا این انرژی که در اینجا ساخته میشه یک انرژی سیکرت
یا مقدسه. همه الان میخوام در نظر بگیرین که کفشاتون رو در آوردید، کفشاتون رو در بیارین، بیاید روی زمین بشینید همه دور هم دیگه. تصور بکنین که همه ما کفشامون رو در آوردیم، با لباس سفید و روشن دور هم در یک دایره نشستیم و تصور کنید که آتیش این وسط روشن. حالا در این حالی که نشستید، میخوام همتون تمرکزتون رو بیارید روی آتشی که در این وسط داره شعله ور میشه. فقط خالی تصورتون رو بیارین روی این آتش و وقتی که این شعله های آتش دارن میسوزن، دارین شما صدای هر از گاهی آتش که میپره، تق تق اون جرقه های آتش رو میشنوید. فقط تمرکزتون رو بیارید روی آتش. در عین حالی که این آتش داره می سوزه و صدای چپ چپ پریدن شعله ها رو احساس می کنین، من در ذهن خودم آهسته آهسته به طرف آتش میرم و مثل اون موجودی که میره به طرف، یا پشه‌ای که میاد به طرف آتش و میسوزه، در این لحظه میخوام همتون تصور کنین که وقتی میان توی این آتش، فیزیک شما آتش میگیره، ذهن و منیت شما در این آتش میسوزه و شما اون مرگ ایگو و ذهن رو تجربه میکنید. در این زمان که من مرگ رو تجربه می کنم، آگاهم که من اترنالم، من همیشه هستم و اون تولد جدید برای شما اتفاق می افته. با مرگ منیت و ذهن، با مرگ منیت نفس و ذهن، تو دو مرتبه متولد میشی خارج از تمام هویت‌های منیت و ذهن. به محضی که تو در این فلیم یا در این آتش قرار میگیری، هر آنچه که تا به حال از خودت میشناختی ناپدید میشه. اولین چیزی که میفته اسم توه، فامیل توه، زن یا مرد بودن توه، دختر این یا همسر اون یا فرزند این یا فرزند اون، همه اینها میریزن.
هر آنچه که هویت تو بوده تا به امروز. تو کیستی؟ تو چه کسی بودی؟ از شغلت، از کارت، از حرفت، از نقشت در این دوران. همه و همه در این آتش می سوزه. فقط همینجا بمونید. در این زمانی که من به این آتش نگاه می کنم و این شعله های آتش که هر ثانیه بیشتر و بیشتر فراوان میشه، فوران میشه، تمام بخش های منیت و نفس من در این آتش می سوزه. اسم من، فامیل من، جندر من، زن یا مرد بودن من، هویت من، تمام داستان زندگی و خط زندگی در این برنامه می سوزه. در این آتش که من و تو بهش نگاه می کنیم و خیره شدیم، زمان تولد من، کودکی من، نوجوانی من و هر سنی که تو تا به امروز خودت رو می بینی، تمام اینها در اون می سوزه. ستوری لاین، داستان زندگی، خط زندگی. اگر که تمام این داستان از زمان تولد تا این لحظه در این آتش می سوزه، پس دیگه هیچ کارمایی وجود نداره. تمام زندگی های قبلی، تمام انسان هایی که در زندگی من و تو آمدند و رفتند، تمام نقش هایی که تو برای دیگران بازی کردی و تمام نقش هایی که دیگران برای تو بازی کردند، در این آتش می سوزه. هیچ کارمایی در کار نیست. به شعله های آتش خیره شو و عمیقتر و عمیقتر به این شعله ها نگاه کن. ببین چطور تمام بخش های تو، تمام افکار تو، تمام باورهای تو، تمام زندگی تو در این آتش، در این فلیم، در این شعله های آتش می سوزه و خاکستر میشه. الان میخوام که همتون فقط به شعله های آتش خیره بشید و فقط نفس هاتون رو توجه کنید. ریتم دم و بازدمتون رو نگاه کنید. و میخوام در این لحظه آگاه باشید که یک قدرت برتری، یک کانشسنس یا شعور و آگاهی برتر همه چیز رو در نظم خودش داره جلو میبره.
نگاه کنید به اون نظم برتر کائنات. تمرکزتون رو بیارید روی اینکه وقتی که تو در فیزیک نباشی، وقتی که محدودیت های فیزیکی که منیت و نفس در اون هست از بین بره، تو چقدر سبک میشی. به محضی که ذهن و منیت ناپدید میشن، تو آگاه میشی که اصل تو کیه یا چیه. تو آگاهی که تو کل کانشسنس، شعور و آگاهی جهان هستی هستی. تو الان در این لحظه آگاهی که آگاهی. این لحظه که پره 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 پر تو آگاهی. الان میخوام همه تون تمرکزتون رو بیارین روی آگاهی. آگاهی در تو هست. آگاهی در همه جا و همه چیز هست و هیچ جایی نیست که آگاهی حضور یا وجود نداشته باشه. لطفاً همتون کسانی که با من هستید بنویسید که من آگاهم که آگاهم. من به آگاهی خودم آگاهم. من آگاهم. من آگاهم. من آگاهم که آگاهم. من آگاهم که آگاهم. آگاهی در همه جا هست. مگه میشه ذره‌ای از این کل جهان هستی باشه که آگاهی درش نباشه؟ من ذره ای از این جهان هستی هستم. من آگاهم که آگاهم. من از آگاهی جدا نیستم. امکان نداره که من آگاه نباشم. وقتی که آگاهی در کل جهان هستی هست، پس من هم آگاهم. حالا میخوام در این ثانیه هممون آگاه باشیم که آگاهی در حال حاضر در اینجا چه حسی داره. میخوام هممون آگاهی رو حس کنیم.
اگر که آگاهی یک رنگی داشت و ما میتونستیم آگاهی رو ببینیم، آگاهی چه رنگی بود؟ آگاهی آیا سفید بود؟ بنفش بود؟ سبز بود؟ آبی بود؟ یا اینکه آگاهی رنگ رنگین کمان بود؟ اگر که آگاهی یک شیپی داشت چجوری بود؟ آگاهی گرد بود، لوزی بود، مستطیل بود، صاف بود؟ اگر آگاهی یک شکل داشت چه شکلی بود؟ دایره، لوزی، مربی یا مربا؟ مرسی برای همه بچه هایی که فالو می کنید. مرسی برای همه تون که بجت می خرید. کروی؟ اوکی، خط مستقیم. آگاهی شکل خاصی نداره، هر مدلی ممکنه باش. اوکی. اگر که آگاهی یک جنسی داشت چه جنسی بود؟ نرم بود؟ خشک بود؟ سیلکی بود؟ زبر بود؟ اگر آگاهی یک جنسی داشت جنسش چی بود؟ لطیف. نرم. پر از لطافت. عالی. خب حالا میخوام که تویی که در حال حاضر این شجاعت و تراست و باور و ایمان رو داشتی که با من قدم بزنی و وارد این آتش بشی بدون هیچ ترسی، دوباره خودم رو تکرار میکنم، تویی که این یقین و ایمان و باور رو داشتی که با من از ترست عبور پیدا کردی و اومدی خودت رو در این آتش انداختی برای تحول. حالا میخوام آگاه باشی که پاداش این یقین و باور و اعتقاد و اطمینانی که تو به جهان هستی داشتی و به خاطر اون ایمان و یقین و باورت از ترست عبور کردی، حالا در این لحظه میخوام متوجه بشی که در این تولد جدید تو فقط و فقط کانشسنس، شعور برتر یا آگاهی است. حالا من میخوام که اگر که دو مرتبه در این تولد جدیدت یک فیزیکی گرفتی، میخوام در تمام فیزیکت آگاهی رو حس کنی و زندگی کنی.
I'm speaking Persian, Farsi. I have an English page. It's Sudi underline Burnett. Interesting. بچه ها، این لایو راجع به اینه که شما کاملا در این لحظه حضور داشته باشید، راجع به مشکلات، راجع به پولدار شدن نیست، فقط در این لحظه خالیه، خالیه، خالی. یادتون باشه دوستان که هر کاری که تا به امروز کردیم، هر روشی که پیش بردیم، هر چقدر تلاش کردیم، موقعیتمون این شده که الان هست. پس اگر شما آگاه باشید که اون سیستمی که تا به امروز پیش رفتیم کار نکرده، پس ما انسانهای باهوش متوجه میشیم که باید یک روش دیگه ای رو پیش ببریم. درسته؟ خب، اون روش رو من الان دارم بهتون میدم. اون روش چیه؟ آگاهی که در جهان هستی، در کل کانشسنس، در شعور و آگاهی برتر فقط یک چیز هست و اون آگاهیه و تو از این کل آگاهی جدا نیستی.
سؤالی که میخوام از خودتون بپرسین الان این هستش که چه کسی، لطفا اینو برای من بنویسید، چه کسی من رو از آگاهی برتر جدا میکنه؟ برای من بنویسین اون چیه یا کیه؟ چه کسی من رو از آگاهی برتر جدا میکنه؟ منیت، افکارم، افکار، ذهن و منیت، منیت. اوکی، آفرین، ذهن و منیت. از صبح تا شب آگاه باشید که اون کسی که تو رو، آنتنهات رو از جهان هستی جدا میکنه ذهن و منیته. اون کسی که روز بعد از روز بعد از روز یک فیلمی رو که تو دوست نداری، کودکی، نوجوانی، ضربه ها، زخمات، تراماهات، نخواسته ها، اشتباهات، تمام اینا رو هر روز داره برات پلی میکنه. این ذهن و منیت پول رو ازت میگیره، ثروت رو ازت میگیره، بچه تو ازت میگیره، پدر مادر تو ازت میگیره، پارتنر تو ازت میگیره. آگاهید که همه اینها ذهن و منیته. خب حالا میخوام یک لحظه با من باشید که بهتون نشون بدم که اگر که بتونیم از این ذهن و منیت جدا بشیم، اون وقت تجربه من و شما چی میشه؟ کی میتونه به من بگه اگر که من و شما از ذهن و منیت جدا بشیم، اگر این دستگاه ذهن رو که دائما بهتون میگم بچه ها شما افکارتون نیستید، اگر شما افکارتون بودید، پس اگه الان من به شما بگم یک دقیقه فکر نکن، تو میتونستی فکر نکنی، درسته؟ اگر که افکار دست تو بودند، آیا تو از صبح تا شب افکار خوب و مثبت و عشق و آرامش و رضایت و همدلی و یکی بودند نمی ساختی؟ پس آگاه باش که این افکار مال تو نیستند. این افکار در یک دستگاهی به اسم ذهن، توسط ذهن، دائما این ماشین فکتوری، کارخونه تولیدی فکره. فکر، فکر، فکر. فکر، فکر، فکر. آیا تو میتونی برای یک دقیقه با این افکار یکی نشی؟ من آبپز نمیشم، دارم فقط عرق میریزم. این دوتا با هم فرق دارن بچه ها. من دارم شرشر عرق میریزم، خب، اما این فیزیک منه که داره شرشر عرق میریزه. در درون من یک جایی بچه ها که اونجا همیشه سایلنته،
ساکته. در این درونه همیشه ساکته، همه چیز عالیه و یک نوری از اون زیرش دائما داره میزنه بالا. فیزیک من داره عرق میریزه، اما من به فیزیک وصل نیستم. من الان کاملا اینجا حضور دارم و با تو هم. من میخوام همه تون رو دعوت کنم که با من بیاین به درون، این سکوت رو تجربه کنید. همین الانم هم میتونی تجربه کنی امیر جان، همین الان تجربه کن. مرسی امیر برای فالو کردن. چطوره که همین الان اون لحظه ای باشه که من و تو این رو تجربه کنی؟ الان خودتو خالی کن. علیشا مرسی برای فالو کردن. همین الان بچه ها، همین الان، این ثانیه، از این توهم دنیای مادی و اون توهمی که این ذهنه برای شما میسازه، تمام اون پرسپشنای اشتباه که الان بیرون جنگه، الان با این جنگ چه کار کنیم، الان وضع اقتصادی خرابه، با این بیپولی چه کار کنیم، الان ایلومنیتی ها 1% ها الان همه دنیا رو دارن تسخیر میکنن، با اونا چی کار کنیم؟ برای یک لحظه همه اینا رو رها کنیم. در این لحظه خودت رو خالی کن. خالی خالی با من بیا. در این لحظه خودت رو از دنیای مادی جدا کن. از اتفاقهای بیرونی جدا کن. این لحظه لطفاً همه برای من بنویسین که از این لحظه به بعد من درون رو انتخاب می کنم. از این لحظه به بعد من دنیای درون رو انتخاب می کنم. از این لحظه به بعد من دنیای درون رو انتخاب می کنم. و با من بیاید به درون. این یک دعوت نامه است. بیا با من به درون. تو دعوت شدی این لحظه، تو دعوت شدی بیا به درون، بیا این سکوت رو تجربه کن. وای من بعد این غروب خورشید رو دوباره به شما ها نشون بدم بچه ها. نمیشه آخه این غروب رو ندید. ببینید، سب کنین ببینم
من میتونم اینو بکشمش بالا تا شما دارین میان درون. چی میگی؟ تا دارین میان درون بذار ببینم من اینو میتونم بکشمش بالا. Over there, I think. That's not that. It's the other one. طلوع خورشید. صبر کنید. You need to move that up. آفرین. از این لحظه به بعد من دنیای درون رو انتخاب می کنم. بفرمایید. این هم طلوع خورشید. ویانا مرسی برای بجت. من درون. از این لحظه به بعد من دنیای درون رو انتخاب می کنم. Yes. Thank you. از این لحظه به بعد من دنیای درون رو انتخاب می کنم. درون 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 با من بیایید به درون. سکوت. اشتباه گفتم طلوع نبود غروب بود. راست میگی. همه تون در این لحظه میخوام بیاین توی آگاهی. آگاهی اینجاست. پرنده ها هم دارن میخونن. گوش کن. درون 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 درون. سکوت. حالا میخوام در این لحظه همه تون با من بچه ها خودتون رو نوازش کنین با دو تا دست، مثل اینکه برای اولین بار دارید خودتون رو لمس میکنید. شروع کنین همه بنویسین من در امنیتم. من در امنیتم. من در امنیتم.
من در امنیتم. به فیزیکتون یادآوری کنید که هیچ خطری در کار نیست. با آهسته کردن نفستون به مغزتون میگید که آروم باش، خطری در کار نیست. با لمس کردن و نوازش کردن خودتون بنویسید و بگید بلند، من در امنیتم. من در امنیتم. کوچولو، تو در امنیت هستی. با کودک صحبت کن، کودک درونت. کوچولو، تو در امنیتی. من از این لحظه به بعد از تو مراقبت و محافظت می کنم. تو در امنیتی. تو در امنیتی. آروم باش. خطری در کار نیست. همه چیز امنه و من در امنیت هستم. حالا میخوام هممون در این سکوته بشینیم. با من به درون بیاید. ذهن رو رها کنید و فقط اینجا باشید. من در امنیتم. آروم باش. همه چیز امنه. نگاه کن که اون قدرت برتر، جهان هستی و کائنات مراقب توه. نگاه کن. شعور برتر در نهایت نظم و ترتیب همه چیز رو داره پیش میبره. تو هیچ کاری. پس بشین. به اون شعور برتر، به جهان هستی، به کائنات، به پروردگار، به او باور داشته باش که هر بدی و خوبی که تو داری در دنیای مادیت میبینی درسته و کاملا سر جاشه. به او و نظم و ترتیب و شعور او باور داشته باش. باور داشته باش. اگر که دور و برت خودت یا کسی سرتان داشته باشی، بدون که او با نظم و ترتیبش این رو برای درس و کلاس گذاشت. اگر برادرت در زندانه، بدون که پلان برنامه اوست و درسته و سر جاشه.
اگر همین الان ورشکست شدی و تمام پول و ثروتت رو از دست دادی، بدون که همه چی درسته و او در نظم و ترتیب همه چی رو پیش میبره. اگر همین الان متوجه شدی که پارتنرت به تو خیانت کرده و مچش رو گرفتی، بدون که کاملا درسته و او همه چیز رو در نظم و ترتیب داره پیش میبره. اگر که پدر و مادر و بچه و فرزند و خاله و عمو همه در این لحظه مردند جلوی چشمت، بدون که او با نظم و ترتیب همه چیز رو داره پیش میبره. همه چیز درسه، همه چیز درسته، همه چیز سر جاشه، همه چیز درست و سر جاشه. سرطان هم درسته، MS هم درسته، طلاق هم درسته، ورشکستگی هم درسته، همه چیز درسته. و یک روز از این خواب عمیق بیدار میشی و متوجه میشی که هیچ چیز و هیچ کسی در بیرون نبوده، نخواهد بود و نیست. فقط یک کانشسنس یا شعور برتره. تمام انسانها، حیوانات، موقعیت اقتصادی، جنگ، کشت و کشتار در این دستگاه شکل میگیره. وقتی که یاد گرفتی که از این دستگاه جدا بشی، اون وقت بشی خود شعور برتر. تو فقط نظارگر میشی، نظارگر نظمی که در همه جا داره خودش رو نشون میده. این لایو رو میبندم. این یکی از 100 سانگ های من بود که رایگان برای همه شما گذاشتم. این جایی نمیره، اینجا سیو میشه، بلا فاصله بعد روی یوتیوب میره. هر بار و هر زمان بعد از مرگ من هم، مرگ فیزیکی من هم که به این رسیدید، همون انرژی آگاهی و پاکسازی درش هست. بارها و بارها این رو گوش کن. برای تمام دوستان و آشنایان و هر کسی که در دنیای مادی غیر واقعی تو واقعی هم بفرست. نمسته. 2 هفته دیگه، 2 هفته ریتریت یا خلوت معنوی من در ترکیه است. هر کسی که خواست و خواسته شد که بیاد، بیاد و میاد. همه تون رو میبوسم. به زودی زود. نمسته.